رویترز با استناد به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به رویت این خبرگزاری رسیده نوشت جمهوری اسلامی در روزهای 20 و 21 خرداد به آژانس اطلاع داده 8 آبشار را که هر کدام شامل 174 سانتریفیوژ IR6 هستند در عرض 3 تا 4 هفته در تأسیسات فوردو نصب خواهد کرد. بر اساس این گزارش آژانس روز 22 خرداد تایید کرد جمهوری اسلامی فرایند نصب سانتریفیوژهای IR6 را در 2 آبشار فوردو کامل کرده و نصب آنها در 4 آبشار دیگر در حال انجام بوده است. گزارش محرمانه آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اعضای این سازمان ارسال شده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران روز 21 خرداد در نامه‌ای به آژانس از قصد خود برای نصب 18 آبشار سانتریفیوژ IR2M در تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز خبر داد. به گفته رویترز جمهوری اسلامی زمان انجام این فعالیت را در نطنز اعلام نکرده است. دیپلمات‌ها این اقدام را واکنش تهران به صدور قطعنامه هفته پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کردند که خواستار همکاری فوری ایران با بازرسان آژانس و رفع ابهامات است. مقامات تهران پیشتر تهدید کرده بودند که به تصویب قطعنامه در شورای حکام واکنش نشان می‌دهند. با این حال برخی دیپلمات‌ها می‌گویند واکنش تهران پایین‌تر از سطح انتظار آنها بوده است. پس از این گزارش، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 24 خرداد ماه در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی در افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در 2 سایت زیرزمینی خود هشدار داد که آمریکا به این اقدام پاسخ خواهد داد. ماتیو میلر روز پنجشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وضوح نشان می‌دهد که تهران قصد دارد برنامه هسته‌ای خود را به نحوی گسترش دهد که هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری ندارد. این اقدامات برنامه‌ریزی شده ادعاهای حکومت ایران را بیشتر زیر سوال می‌برد. اگر جمهوری اسلامی این برنامه‌ها را اجرا کند، ما به طور مقتضی پاسخ خواهیم داد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید بدون تأخیر بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و تعهدات قانونی خود را به طور کامل اجرا کند. تا زمانی که ایران این کار را انجام ندهد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را پاسخگو خواهد دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح کرد ما در هماهنگی نزدیک با شرکا و متحدان خود هستیم و آماده ایم در صورت ادامه همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشارها بر ایران را افزایش دهیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 16 خرداد امسال با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً به پرسش‌های بازرسان درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ دهد و تصمیم اخیر برای منع ورود برخی بازرسان به ایران را لغو کند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 14 خرداد گفت ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران از جمله ذخایر اورانیوم تا 60% غنی شده همچنان در حال افزایش است. ایالات متحده هم 15 خرداد ماه تصریح کرد که هیچ توجیهی برای انباشت اورانیوم بسیار غنی شده در ایران وجود ندارد. تبلیغات نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری اسلامی برای 4 روز جریان داشت و برخی از نامزدها که سابقه امنیتی دارند وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت و دادن آزادی‌های مدنی و رفاه اقتصادی را دادند. مصطفی پور محمدی تنها نامزد روحانی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه 24 خرداد گفت که تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین مدت به موضوع VPN‌ها و فیلترینگ خاتمه دهد. او افزود در حوزه اجتماعی اینترنت موضوعی جدی برای من است. امروز اینترنت مانند آب است برای زندگی و این فیلترینگ در شأن این مردم بزرگ نیست. در انتخاب وزیر ارتباطات بسیار با دقت و وسواس عمل خواهم کرد.
کاربران رسانه‌های اجتماعی در واکنش به این وعده پور محمدی نیز کارزارهای انتخاباتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را یادآور شدند. روحانی در کارزار انتخاباتیش گفته بود که وزیر ارتباطات دولتش دست روی دگمه فیلترینگ نمی‌گذارد. با این حال تلگرام در دوره روحانی فیلتر شد. ابراهیم رئیسی هم در کارزارهای انتخاباتیش ادعا کرد برنامه‌ای برای فیلتر اینستاگرام ندارد، اما در شورای عالی فضای مجازی با فیلتر اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های پرکاربرد موافقت کرد. ایران از جمله کشورهایی است که شدیدترین محدودیت‌ها را در زمینه دسترسی به اینترنت اعمال می‌کند و بسیاری از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده است. گزارش یک پلتفرم تبلیغات آنلاین در ایران در شهریور سال گذشته نشان می‌داد که 80% کاربران داخل کشور در سال 1401 که نیمه دوم آن مصادف با اعتراضات سراسری بود، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی از فیلتر شکن یا VPN استفاده کردند. این وعده پور محمدی در شرایطی است که عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1401 در کامنت‌های صفحه اینستاگرامش در پاسخ به یکی از کاربران درباره فیلتر بودن سایت توییچ که سایتی مخصوص گیمر هاست نوشت: فیلتر شدن یا برداشتن فیلتر جزء اختیارات وزارتخانه نیست. در خصوص توییچ هم همینطور. خود آقای پور محمدی هم در سال 1394 در این زمینه گفته بود خود کاربران هم باید تلاش کنند فضای مجازی را فضای اجتماعی تلقی و آداب و حریم این فضا را رعایت کنند و آن را مخدوش نکنند. او غیر مستقیم فیلترینگ را تایید کرده و افزوده بود همچنان که بزرگراه‌ها آداب و مقررات مخصوص خود را دارند، شبکه‌های اجتماعی هم آداب خاصی دارند و باید مناسبات صحیح اجتماعی را در آنها رعایت کرد و همه باید تلاش کنند که این قواعد را رعایت کنند. علیرضا زاکانی، دیگر نامزد انتخابات، نیز روز پنجشنبه درباره برنامه‌هایش در حوزه مسکن گفت: امروز اگر تدبیر دولت به دادن مشوق برای ترمیم بافت‌های ناپایدار و فرسوده صورت بگیرد، مردم خودشان با این نقدینگی سرگردان می‌توانند خانه‌ها را بسازند و به جای 4 میلیون وعده دولت، مردم 10 میلیون واحد خانه می‌سازند. پیشتر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال دولت خود خواهد ساخت، اما این وعده هرگز محقق نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته در گزارشی با عنوان چالش‌های سیاست‌گذاری مسکن شهری در ایران اعلام کرد که رشد 10 برابری قیمت مسکن در کل کشور به ویژه در کلان شهرها در بازه زمانی 1397 تا 1402 بسیار سریع‌تر از افزایش درآمد خانوارهای دهک‌های پایینی و میانی اتفاق افتاد. مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی عناوین 3 طرح دولتی بودند که طی 2 دهه گذشته در دولت‌های محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای حل معضل مسکن مطرح شدند، اما هیچ کدام مانع رشد جهشی قیمت مسکن و اجاره‌ها در ایران نشدند. موضوع قیمت ارز نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که در هر دوره از انتخابات وعده‌هایی درباره آن داده می‌شود. سعید جلیلی، یکی از 5 نامزد اصولگرا در این انتخابات، گفت فرایند گردش ارز در کشور را مورد بررسی قرار دادیم. اشکالات بازار ارز را قدم به قدم پیدا کردیم تا ریشه آن را رفع کنیم. او نگفت که چرا راهکارهای خود در این زمینه را به دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه دولت ابراهیم رئیسی نداده است تا اجرا کنند و قیمت ارز کاهش یابد. روز پنجشنبه سخنان اخیر سعید جلیلی، دیگر کاندیدای ریاست جمهوری، درباره اینکه دولت حسن روحانی در اواخر کارش نمیتوانست نفت بفروشد نیز واکنش‌هایی در پی داشت. جلیلی گفت که روحانی در این دوره با راهکار او موفق به فروش نفت شد. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، از جلیلی خواست برای اثبات میزان صداقتش متن پیشنهادی را که به روحانی داده است منتشر کند. عبدی در ادامه گفت محال است عقل بیژن نامدار زنگن وزیر نفت دولت روحانی نیازمند پیشنهاد جلیلی باشد. او علت موفقیت فروش نفت در اواخر دولت روحانی را روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا دانست و از جلیلی خواست این دستاورد را به حساب خود نگذارد.
گذارد. پایگاه خبری انتخاب نیز با انتقاد از اظهارات جلیلی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت فعلی بر اساس همین ایده جلیلی با تخفیف‌های قابل توجه نفت را به پالایشگاه‌های خصوصی چین فروخته. به گفته انتخاب، ایده‌های نفتی جلیلی تنها در 2 سال 130 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد کرده است. جلیلی علاوه بر این در یک سفر استانی به شهرستان بیرجند نیز گفت باید عقب ماندگی 8 ساله پیش از دولت رئیسی با رشد صفر و منفی جبران شود. علیرضا زاکانی شهردار کنونی تهران پس از رونمایی از تاکسی‌های برقی پلاک نشده بدون حضور و اطلاع اعضای شورای شهر به تلویزیون رفت و وعده توزیع گوشت در خانه‌های مردم را داد. به گفته او اکنون گوشت قرمز با قیمت کمتری نسبت به بازار در میادین میوه و تره‌بار شهرداری توزیع می‌شود و بسیاری با ایستادن در صف خرید و فروش گوشت در بازار آزاد کسب درآمد می‌کنند. زاکانی در ادامه نیز وعده داد که در آینده نزدیک شهرداری تهران روزانه 120 تن گوشت را در خانه‌های مردم توزیع می‌کند و این اصلاً ارتباطی با کارزارهای انتخاباتیش ندارد. همزمان برخی رسانه‌های حکومتی خبر دادند که احتمال انصراف زاکانی به نفع یکی دیگر از کاندیداها وجود دارد. مسعود پزشکیان تنها نامزد اصلاح طلب انتخابات پیشرو که در نخستین برنامه تلویزیونیش آب پاکی را روی دست جریان اصلاحات ریخت و آنها را از تصاحب دوباره قدرت ناامید کرد، در ادامه برنامه‌های تبلیغاتیش گفت در صورتی که رئیس جمهوری شود همه توان، وقت و زندگیش را صرف آبادانی ایران می‌کند. پزشکیان در نخستین برنامه تلویزیونیش به صراحت گفت که برنامه جدیدی ندارد و چنانچه رئیس جمهوری شود با سیاست‌های کلی علی خامنه‌ای کشور را اداره خواهد کرد. این سخنان واکنش‌های زیادی در پی داشت و بسیاری آن را نشانه‌ای از برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی در جمهوری اسلامی دانستند. در تحول دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز پنجشنبه اعلام کرد که به مسعود پزشکیان رأی خواهد داد. پزشکیان تنها نامزد نزدیک به اصلاح طلبان است که صلاحیت او در این دوره انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید شد و باید با 5 رقیب اصولگرا رقابت کند. خاتمی در دیدار با پزشکیان گفت همان گونه که پیش از تایید صلاحیت نامزدها گفتم، خود را متعهد به حمایت از نامزدهای جبهه اصلاحات می‌دانم. انتخابات سال گذشته و 5 روز پس از برگزاری انتخاباتی بسیار کم رونق، این رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی گفته بود که آگاهانه و صادقانه در انتخابات شرکت نکرده و این بار تصمیم گرفته همراه و همنوا با خیلی ناراضیان باشد. روز پنجشنبه رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاحات تصویری از مسعود پزشکیان را در کنار محمد خاتمی و اسحاق جهانگیری منتشر کردند و همچنان به تلاش برای معرفی این نماینده مجلس به عنوان پدیده انتخابات ادامه دادند. روزنامه هم‌میهن روز پنجشنبه 24 خرداد به یکی از شعارهای انتخاباتی محمد باقر قالیباف درباره جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی پرداخت. این روزنامه از رویکرد قالیباف با عنوان برخورد گازنبوری و مهاجر ستیزی به سبک احزاب راست افراطی اروپا یاد کرد. هم‌میهن نوشت اگر می‌خواهید رأی بیاورید لازم است که 1-2 جین وعده بدهید. وعده‌های رنگارنگ همچون توزیع گوشت و یارانه و ساخت مسکن و ایجاد شغل و افزایش سرعت اینترنت و درست کردن بورس در 3 روز و تک رقمی کردن تورم و 10 مورد ریز و درشت بدهید. بعد از رأی گرفتن هم کسی نیست که از ما حساب کشی کند. اگر این مورد دغدغه جدی بود شاید وقتی که در دولت و مجلس نیستیم باید گفته شود و اینکه اگر بیاییم چنین و چنان میکنیم. ولی حالا فرض کنید که 4 سال رئیس مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهمتر عضو سران 3 قوه باشید، بعد بیایید وعده دهید که درباره افراد غیر مجاز که در داخل کشور هستند نیز پیش بینی شده که طرد کامل صورت گیرد. افرادی که مجاز هستند می توانند بمانند. هم‌میهن ادامه می دهد که این سخنان جناب آقای قالیباف رئیس مجلس و نامزد انتخابات است. ما که اطمینان داریم سرنوشت
سرنوشت این گونه وعده‌های بانیان وضع موجود به سرنوشت ساخت 1 میلیون مسکن و تک رقمی کردن تورم منجر خواهد شد. ولی سؤال اساسی این است که مگر حضور پناهندگان خارجی و به طور مشخص افغانستانی‌ها در ایران مسئله امروز و دیروز است؟ این وضعی است که از زمان‌های گذشته بوده و در سال‌های اخیر به علت سیاست دولت تشدید شده است. اگر این مسئله آن اندازه مهم است که نیازمند وعده دادن به مردم برای رأی‌آوری است، پس چرا در 4 سال گذشته هیچ ایده‌ای، نظری و نقد جدی در این باره مطرح نکردید و در هیچ کدام از نهادهایی که حضور داشتید مسئله را پیگیری و اجرایی نکرده اید؟ اگر این جزء وظایف دولت است، چرا وزیر مربوط را استیضاح نکردید؟ اگر امکانات آنها کم است، چرا آن را تجهیز و تامین نکردید؟ اجازه دهید روشن بگوییم که وقتی هم که دولت را به دست آورید میگویید برای تحقق این وعده چنین بودجه ای لازم است و مجلس نمیدهد. کارزارهای انتخاباتی 6 نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با وعده هایی که درباره بهبود وضعیت موجود میدهند دستمایه طنز بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی شده است، به طوری که برخی کاربران با فراگیر کردن هشتگ هایی مانند کیک اقتصادی، رفع فیلترینگ، فروش نفت و توزیع گوشت در خانه به وعده های نامزدها واکنش نشان دادند. ناظران میگویند اکنون در حالی که عموم مردم به تماشای رقابت وابستگان حاکمیت برای تصاحب قدرت نشستند و تمایلی به شرکت در انتخابات فرمایشی ندارند، 6 نامزدی که از نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کردند برای حضور در مناظره های تلویزیونی آماده میشوند و یکدیگر را برای کنارگیری به نفع دیگری تحت فشار میگذارند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با 2 موشک کروز ضد کشتی 1 شناور باربری را در خلیج عدن هدف قرار داده و باعث جراحت شدید یکی از خدمه آن شدند. سنتکام این کشتی را MV وربنا متعلق به اوکراین با پرچم پالانو معرفی و تایید کرد که هر 2 موشک شلیک شده با شناور نام برده برخورد کرده و باعث آتش سوزی در این کشتی شده است. این کشتی اوکراینی از مبدأ مالزی به مقصد ایتالیا در حرکت بوده و مصالح ساختمانی حمل می کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده خاطر نشان کرد که 1 هواپیمای ایالات متحده به کمک کشتی آسیب دیده از موشک‌های حوثی ها آمده و دریانورد مجروح را برای مراقبت‌های پزشکی به 1 کشتی نیروهای ائتلاف در همان نزدیکی منتقل کرده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که برای حمایت از مردم فلسطینی در غزه به کشتی‌های شناور در دریای سرخ و خلیج عدن حمله می‌کنند. مقامات غربی اما می‌گویند حوثی‌ها با حملاتشان جان اتباع کشورهای ثالث را که هیچ ارتباطی با درگیری‌های غزه ندارند تهدید و با اخلال در امنیت آب‌های منطقه ارائه کمک‌های اساسی به مردم یمن و همچنین اهالی غزه را دشوارتر می‌کنند. گروه اسلامگرای افراطی حماس 23 خرداد ماه مدعی شد که در تمامی مراحل مذاکرات مثبت نگری لازم را از خود نشان داده تا به توافقی جامع و قابل قبول بر اساس خواسته های عادلانه فلسطینی ها برسد. به گزارش CNN حماس در بیانیه‌ای با تکرار مطالبات قبلی خود افزود این خواسته ها شامل آتش‌بس دائمی، خروج کامل اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان، بازسازی و انعقاد توافق جدی برای تبادل زندانیان است. بر اساس این گزارش حماس مدعی شد در حالی که موضع مثبت خود را نسبت به محتوای طرح رئیس جمهوری آمریکا بیان کرده، دولت نتانیاهو به نسل کشی ادامه داده و پیشنهاد ارائه شده توسط بایدن را که در تضاد با ادعای موافقت اسرائیل با محتوای سخنرانی بایدن است مورد حمله قرار داده است. حماس همچنین در بیانیه خود اضافه کرد در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید به تلاش برای موافقت اسرائیل با پیشنهاد جو بایدن ادامه میدهد، ما هیچ مقام اسرائیلی را ندیده ایم که درباره این توافق صحبت کند. گروه حماس در ادامه از بلینکن و دولت بایدن خواست تا بر دولت اسرائیل بیشتر فشار بیاورند.
حماس در این بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا را به تلاش برای تبرئه اسرائیل از جنایت‌هایش علیه کودکان بیگناه، زنان و سالمندان متهم و اعلام کرد که این تلاش در راستای سیاست آمریکا در مشارکت در جنگ وحشیانه علیه مردم فلسطینی است. پیشتر شبکه کان به نقل از یکی از مقامات کشورهای میانجی گزارش داد که یکی از تغییرات مورد درخواست حماس در توافقنامه آتش بس و آزادی گروگان‌ها این است که چین، روسیه و ترکیه به عنوان ضامن هر توافقی که با اسرائیل به دست می‌آید عمل کنند. بنابراین گزارش سایر اصلاحات مورد نظر حماس شامل بروزرسانی زمانبندی برای آتشبس دائم و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از تغییرات خواسته شده توسط حماس غیر عملی هستند و پذیرفته نخواهند شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از پیشنهاد رهبران حماس برای انجام تغییرات متعدد در طرح آتشبس غزه و توافق آزادسازی گروگان‌ها خطاب به حماس گفت که زمان توقف چانه‌زنی‌ها فرا رسیده است. وی به خبرنگاران در دوحه گفت که برخی از تغییراتی که حماس خواهان آن است قابل اعمال بوده و برخی دیگر قابل اجرا نیستند. با این حال بلینکن تأکید کرد که آمریکا به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح و قطر و مصر به عنوان میانجی‌ها تلاش خواهند کرد تا این توافق به نتیجه برسد. تا کنون دولت اسرائیل در این خصوص اظهار نظری نکرده، اما یک مقام ناشناس گفت که پاسخ گروه مسلح فلسطینی به منزله رد است. نخست وزیر اسرائیل هنوز علناً موافقتش را با این طرح آتش‌بس اعلام نکرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 12 روز پیش از این طرح رونمایی کرد و گفت پیشنهاد آتش‌بس از طرف ایالات متحده ارائه شده است. آقای بلینکن نیز روز دوشنبه گفت که در دیدارش با بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس او بر تعهد خود در قبول این طرح تاکید کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامه ای را در حمایت از این پیشنهاد در همان روز تصویب کرد و بر فشار دیپلماتیک واشنگتن بر اسرائیل افزود. در شورای امنیت سازمان ملل متحد این طرح با 14 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع از سوی روسیه به تصویب رسید. پس از آنکه حزب الله لبنان روز چهارشنبه 23 خرداد در واکنش به کشته شدن 4 عضو خود از جمله تائب عبدالله فرمانده ارشد نظامیش در حمله شب گذشته به جنوب لبنان، شمال اسرائیل را هدف حملات موشکی خود قرار داد. یک مقام ارشد نظامی اسرائیلی در فرماندهی منطقه شمال این کشور تاکید کرد که پاسخ حزب الله هنوز پایان نیافته است. این مقام ارشد اسرائیلی افزود تل‌آویو برای پاسخی قدرتمندانه در لبنان و همچنین مقابله با موشک پرانی حزب الله خود را آماده می کند. او خاطر نشان کرد به رغم ارزیابی ها مبنی بر حمله حزب الله با 10 موشک به شمال اسرائیل، تصمیم به ترور ابوطالب فرمانده برجسته حزب الله گرفتیم. این مقام نظامی تاکید کرد ابوطالب مسئول ارشد تیراندازی و شلیک موشک به اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بود. حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد که شمال اسرائیل را هدف رگبارهای بیوقفه موشکی قرار داده است. طبق گزارشات بیش از 160 موشک از جنوب لبنان به سمت مناطق شمالی اسرائیل شلیک شده است. این گزارشات میگوید صدای انفجارها در اثر سقوط موشکها در الجلیل بالا و غربی شنیده شد و تعدادی از موشکها به سمت پایگاه هوایی میرون در الجلیل بالا شلیک شد و یک اردوگاه ارتش اسرائیل در نزدیکی پایگاه هوایی در منطقه صفد هدف قرار گرفت. طبق این گزارش جنگنده های اسرائیلی مناطق حد فاصل ایترون و بلیدا در جنوب لبنان را بمباران کردند. این در حالی است که ارتش اسرائیل از رصد 90 پرتابه موشکی از مرزهای لبنان خبر داد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، آتش سوزی هایی در اثر سقوط این موشک ها در مناطق باز رخ داد و یک موشک بر فراز دریاچه تبریا در شمال اسرائیل رهگیری و منهدم شد. گفتنی است که فرمانده ترور شده حزب الله، ملقب به ابوطالب، ارشدترین فرمانده این گروه شبه نظامی است که از زمان آغاز درگیری های میان دو طرف در پی جنگ غزه توسط اسرائیل کشته شد.